درود به همه یاران و همراهان عزیز. قول داده بودم بهتون امروز یک لایو ویژه رو براتون بیام که درباره موضوعات بسیار مهمی صحبت بکنیم. امروز شنبه اول دی ماه هست، ساعت یه رو فکر میکنم از 11 شب گذشته توی ایران، اولین روز زمستونه و زمستونی که یک زمستون سرنوشت ساز برای رژیم جمهوری اسلامی خواهد بود. همه مسئولین رژیم رو به شدت ترسونده این زمستون، اما بذارید حالا برای کسایی که تازه میان به ما میپیوندن، امیر عباس فخرآور هستم. این افتخار رو دارم که در سنای کنگره ملی ایرانیان خدمت شما عزیزان باشم و پیام شما رو به گوش سیاستمدارای دنیا بتونیم برسونیم. خیلی از شماها منو با کتاب رفیق آیت الله میشناسید. با وجود اینکه کارهای بزرگ زیادی توی زندگیم انجام دادم، اما کتاب رفیق آیت الله فکر میکنم یه نقطه عطفی بود توی زندگی سیاسی من. برای خود من هم خیلی خوب بود و که بتونم فرصت بکنم دوباره به بحث تاریخ کشورمون نگاه بکنم. برای این گفتم امروز یک لایو ویژه است، چون هم میخوام با شما ایرانیان عزیز، آزادی خواهان از داخل کشور، سراسر دنیا، به ویژه داخل کشور، چون اکثر کسایی که توی صفحه اینستاگرام من هستن از داخل ایرانن، میخوام با شما صحبت کنم بی تعارف و یه چند کلمه ایم با بیرون کشور، با عافیت نشینان این سوی آبها، با اونهایی که یواش یواش مبارزه سیاسی داره براشون تبدیل به یک شغل میشه و شاید در ناخودآگاه خودشون زیاد هم همچین بدشون نمیاد رژیم بمونه. اینا هم همینجوری تو پوزیشن اپوزیشن خودشون باقی بمونن، چون براشون اعتبار اجتماعی داره و بیرون کشور خب حرفهاشون شنیده میشه به عنوان چهره های اپوزیشن. هر از گاهی میرن، حالا سالی یکی دو بارم برنامه میذارن دور هم دیگه و فان ریزینگی میذارن، شعارهایی رو جلوی دوربین ها میدن، آی مردم درد شما و درد ماست، دوربین که خاموش میشه. درد مردمی دیگه وجود نداره، سیگار برگی رو آتیش میزنن و میرن به تفریحات آخر هفته خودشون. روح شاد پدرم توی اون سالای مبارزه همیشه اینو به من میگفت، محمد باقر فخرآور میگفت که خب من جوون بودم اوائل داغداغی مبارزه، مصاحبه میکردم با رادیوهای خارجی و پدرم دائم میگفت نمیدونم چجوری میدید دنیا رو. برای خود من که اومدم بیرون و این همه چرخیدم، تازه سالها طول کشید تا دستم بیاد چه خبره، ولی پدرم میگفت این کسایی که داری باشون صحبت میکنی، تو میدونی وقتی که پیچ رادیو رو میبندن از پشت میکروفون رادیو بلند میشن؟ دقیقا همین جمله رو میگفت. میگفت سیگار برگشون رو میذارن گوشه لبشون، عینک آفتابیشون رو میزنن، کادیلاکشون رو سوار میشن، میرن کنار ساحل زیبای کالیفرنیا و لم میدن و چرتی میزنن زیر آفتاب در کنار ساحل با صدای امواج. به پدرم اون موقع میگفتم خب این میشه بابا، اینا این همه فریاد میزنن، درد آزادی، درد مردم دارن. پدرم رفت بدون اینکه من فرصت کنم باش خدافظی هم بکنم. زندان بودم و برای همیشه از پیش ما رفت، خیلی هم جوان بود.
50 و یکی دو سال شد بیشتر نداشت. ولی اومدم بیرون و رفتم به لس آنجلس و تمام اون صحنه هایی رو که پدرم میگفت به چشمم دیدم، درست همون جوری که برام تعریف میکرد. خیلی خوبه که حالا ما ها این چیزها رو هم میبینیم. واقع گراتر شدم نسبت به مبارزه و شاید همه اینها باعث شد که توی مرداب هیچ کدوم از این جریانات سیاسی که خیلی هاشون شاید واقعا هم نمیدونن که دارن کمک میکنن که این رژیم تثبیت بشه، 40 سال بدون اینکه هیچ ایده جدیدی رو بپذیرن، به لجبازی ها و بچه بازی هاشون مشغول شدن و اگر هم کسی با ایده جدیدی اومد بهش بدترین حمله ها رو کردن. همه ی اینها باعث شد که کنگره ملی ایرانیان رو از پایه، از آجرای اول، از اون پی ساختمون درست بنا کنیم. خیلی از جریانات تأثیرگذاری که این روزها میبینید و میشنوید به نوعی توی همین در کنار این مجموعه رشد کردن. بی‌تعارف بگم، ریستارتی هایی که امروز این ور اون ور به ما فحاشی هم میکنن و حرف های لیدرشونو که دوست من هم هست، نمیدونم تا چقدر دیگه میتونم دوستم خطابش بکنم، و متهممون میکنن به این که داریم حرفهاش رو تکرار میکنیم بدون این که ازش یاد کنیم. ای کاش از لیدرشون سوال بکنن که این حرفهاش رو یه خط در میون از کی یاد گرفته، با کی پا به دنیای سیاست گذاشته، تا براشون بگه اگر صادق باشه. و ببینن اگر امروز لیدر ریستارت حرف از جفرسون میزنه، حرف از این که پدران بنیانگذار آمریکا از کوروش کبیر خط گرفتن برای اینکه آمریکای نوین رو پایه‌گذاری بکنن، این حرف‌ها مال خود ایشون نیست. پایه کلاس درس دوست عزیزی نشسته بود که امروز حتی جلوی طرفداراشو نمیتونه بگیره که نرن بهش حمله بکنن. اما حرف امروز من این نیست. حرف امروز من اینه که امروز داره دیر میشه، بد جوری هم داره دیر میشه. توی تمام این لجبازی ها بد جوری داره دیر میشه. ظرف چند روز گذشته اخبار زیادی رو شنیدید، اتفاقات زیادی داره رخ میده. حدود 4 روز پیش بود یه دفعه پرزیدنت ترامپ توییت کرد که نیروها رو داره از نیروهای آمریکایی رو داره از سوریه خارج میکنه. یه دفعه یه شوکی افتاد تو جامعه سیاسی. سناتورای جمهوری خواه دادشون در اومد. لینزی گراهام سناتور سرشناس جمهوری خواه شاکی شد، به شدت شاکی شد که چه خبره، ما اصلا این سیاست رو حمایت نمیکنیم. خیلی از جمهوری خواه های دیگه همینطور، دموکرات ها و جمهوری خواه ها با هم اومدن ایستادن نه نه نه، نباید ما از سوریه خارج بشیم، اینجوری سوریه رو ما داریم قلمبه تحویل میدیم به جمهوری اسلامی و به روسیه. اما برنامه خیلی بزرگتر از این حرف هاست. یک طرح محرمانه بسیار بسیار بزرگیه. پرزیدنت ترامپ عادت نداره همه یه طرحهاش رو به زبون بیاره، اما این رو ما باید دربارش حالا صحبت بکنیم. هر چقدر هم که محرمانه است، هر چقدر هم که مدتیه که ازش خبر داریم که داره این اتفاق رخ میده،
چند هفته پیش توی واشنگتن توی یک برنامه نهار به اتفاق تعدادی از تأثیرگذارترین چهره‌های پشت پرده سیاست‌های آمریکا، اصلا اجازه بدید اسمشون رو نیارم، دوستان بسیار بسیار خوب من هستن که خب خیلی هم رژیم هم نیروهای قلی و چاقوکش اپوزیشن دنبال اینها میگردن ببینن با کیا در ارتباطیم، تا ببینن میتونن برن اونجا رو هم بتون آرمه کنن، راه ما رو ببندن یا نه. با اونا نشسته بودیم و صحبت از همین برنامه ها بود که یک طرح بسیار بزرگ رو، بسیار بزرگ محرمانه رو روی میز گذاشتن و دارن بهش نگاه میکنن. مراحل مختلف این طرح، خروج نیروهای آمریکایی از پایگاه‌های رسمی که توی سوریه و توی افغانستان و توی کشورهای دیگه منطقه دارن که نیروهای آمریکایی کاملا از اونجاها تخلیه بشن. حدستون چیه؟ این بحث وقتی خیلی داغ شد که رژیم جمهوری اسلامی سرکشی خودش رو به نهایت رسوند و شروع به آزمایش موشک‌های و زنگ خطر برای همه دنیا به صدا در اومد که موشک‌های قاره پیما چطور شد؟ قرار به یه همچین چیزی نبود. دولت آمریکا هم بعد از اعمال تحریم‌ها اومد گفت ما در گفتگو رو باز گذاشتیم، اگر واقعا راست میگن بیان بشینن گفتگو بکنن، ما یک توافق جدیدی رو امضا می‌کنیم. ولی توافق واقعی 12 شرط مرگ رو هم گذاشتن جلوشون. مطمئنن دیگه رژیم جمهوری اسلامی به این شکل و شمایلی که توی 40 سال گذشته تلاش کرده و تروریسم رو به تمام دنیا به الان دیگه رسماً توی گفتگوهای رسمی دولتی امریکا وارد شده که آخرین حکومت انقلابی دنیاست رژیم جمهوری اسلامی. در دوران جنگ سرد انقلاب‌های زیادی در گوشه کنار دنیا با برنامه ریزی و تلاش فراوان سازمان امنیت شوروی به پا می شد که خب همه اونها استحاله شدن و آخرین حکومت انقلابی رژیم جمهوری اسلامی که بزرگترین حامی تروریسم در دنیا هم هست. به جایی رسیدیم که ایران بزرگ ما حالا کوالیشن براش درست میشه و مثلا عربستان که بسیاری از شهروندانش کسانی بودن که سوار هواپیماها شدن، به برج‌های دوقلو زدن، به آمریکا حمله کردن به اسم القاعده. عربستان دنیای جدید رو کاملا درک کرد و شاهزاده جدیدش تونست بیاد یک تغییرات بزرگی رو توی سیاست کلی این کشور ایجاد بکنه و حالا اینها هدایت میکنن کوالیشنی رو علیه ایران ما، ایران ما که برای مردم دنیا، برای همه مردم دنیا به اندازه وزیر خارجه آمریکا و رئیس جمهور آمریکا ساده نیست درک کردن این که چقدر تفاوت هست بین مردم ایران و مسئولین رژیم جمهوری اسلامی. مردم دنیا وقتی اسم ایران میاد هممونو با یه چوب میزنن. حالا دیگه ماها تروریستای شماره یک دنیاییم توی دید مردم دنیا به خاطر همین سرکشی ها و جنایت ها و خیانت های مسئولین رژیم جمهوری اسلامی. و حالا دیگه دنیا مصمم شده وقتی میبینه این رژیم هی داره جلوتر و جلوتر هم میره با تحریم های سنگین جدید، پول نفتشون رو که قطع میکنن،
اینا میان میرن آزمایش های موشکی بالستیک انجام میدن. بعدم دنیا میگه میدونی چیه؟ اینا درست بشو نیستن. از یه طرف دیگه دنیا منتظر نشسته بود ببینه توی اپوزیشن ما این کوالیشن بالاخره درست میشه، بالاخره میان کنار هم دیگه میشینن. دنیا یه چیزی رو فهمید پارسال همین هفته، هفته اول دیماه، هفته اول دیماه سال 96، دنیا فهمید که مردم ایران در داخل کشور پیامشون در واقع به گوش دنیا رسید. دنیا فهمید که این مردم رژیم جمهوری اسلامی رو دیگه نمیخوان. تنین شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا همه دنیا رو برداشت. پس لرزه‌هاش تا داخل کاخ سفید به داخل دولت پرزیدنت ترامپ هم خورد و شاهد برکناری اخراج وزیر خارجه آمریکا بودیم، شاهد اخراج مشاور امنیت ملی پرزیدنت ترامپ بودیم جنرال مکمستر، وزیر خارجه رکس تیلرسون اخراج شدن، به جاشون چهره هایی اومدن که کاملا همصدا با میلیون ها مردم ایران بودن که توی صدها شهر ایران بیرون ریختن. پس دنیا شنید و بعد از اون بود که ما حالا اسمش رو انقلاب قانون اساسی گذاشتیم تو کنگره ملی ایرانیان. دنیا شنید که و توی تمام نظرسنجی های چپ و راست و اصلاح طلب و محافظه کار و اپوزیشن و همه چیز هم بیرون زد که بیش از 95% مردم ایران امروز خواهان براندازی رژیم جمهوری اسلامی هستند. این به گوش همه دنیا رسید و این اعتماد به نفس به پرزیدنت آمریکا داده شد از صدایی که از داخل ایران اومد که مردم ایران دیگه این رژیم رو نمیخوان و میتونه پرزیدنت آمریکا راحت از برجام خارج بشه، به حرف اون مشاورین چپگرای خودش لازم نیست گوش بکنه، میتونه وزیر خارجه میانه روی خودش رو کنار بزنه که یواشکی داره با دولت قطر دیل میکنه، دولت قطر هم متحد رسمی رژیم جمهوری اسلامیه رکس تیلرسون، میتونه مکمستر رو که میانه روی کنار بزنه و میتونه حالا نیروهای تندرویی رو که طرفدار آزادی خواهان ایرانی و علیه رژیم جمهوری اسلامی هستن حالا میتونه رئیس جمهور آمریکا اینا رو روی کار بیاره. این اعتماد به نفسی بود که رئیس جمهور آمریکا از حماسه دیماه 96 یک سال پیش کسب کرد. پس مردم ایران کارشون رو خوب انجام دادن، شما مردم کارتون رو خوب انجام دادید. ده ها هزار جوان یک سال توی زندان ها هستن، زندان فشافویه ناحیه انتظامی تهران بزرگ، ندامتگاه مرکزیش، هزاران جوون یک سال توی بدترین شرایط دارن شکنجه میشن. دائم دوستا با من تماس میگرفتن میگفتن چرا نمیگی، چرا درباره این بچه ها صحبت نمی کنی؟ گفتم اون بچه ها همه شجاعانه و هوشمندانه انتخاب کردن، همونجوری که خود ما یک روز انتخاب کردیم و رفتیم زندان و انتظار نداشتیم که با تکرار این مسئله که هی ما زندان بودیم شکنجه شدیم، بقیه مردم اونایی که شاید یه خورده پاشون سست‌تره بترسن و نیان وسط. پدر مادرها اجازه ندن بچه هاشون بیان وسط. ما احتیاج داریم بیشتر از هر چیزی شجاعت و امید رو به جامعه امروز ما و آگاهی رو به جامعه امروزمون تزریق بکنیم. ما احتیاج نداریم ترس رو تزریق بکنیم. این کار رو داره رژیم جمهوری اسلامی انجام میده. بچه ها دارن هزینه رو پرداخت میکنن یک سال شرم به اپوزیشن ما. شما نمیدونید، تصورش هم نمیتونید بکنید تو چه بچه بازی های اسیرن. تصورش هم نمیتونید بکنید حتی. امیدوارم تا فردای آزادی هیچ وقت مجبور نباشیم مثلا دربارش صحبت بکنیم که دیگه
آبرویی برای این اپوزیشن باقی نمیمونه. وقتی مردم دارن با تمام توان هزینه رو پرداخت میکنن، سختی ها برای مردمه، همه چیزش اونجاست، ولی اینقدر شجاعانه توی خیابون هستن، اینور سر تقسیم پست وزارت امور خارجه توی دولت‌های در تبعیدی که دارن تشکیل میدن دعوا هست. وزارت آموزش رو کی بگیره؟ وزارت فلان رو کی بگیره؟ حواسمون باشه فلانی یه وقت نیاد بشینه صحبت کنه با رئیس ما، با رهبر ما، برای اینکه فلانی اگه بیاد دیگه ماها دیده نمیشیم. اون نمیاد، پس من با اون حاضر نیستم بشینم. این یعنی اصلا به کل تنها چیزی که براشون وجود نداره اینه که به اون کشور و به اون مردم فکر بکنن. آخر هفته هاشون هم به جاست. میدونید بزرگترین کلونی ایرانی ها توی الان کجا تشکیل میشه؟ دوست دارید بدونید؟ بزرگترین کلونی ایرانی ها توی ویکند کریسمس، دو روز دیگه اینجا کریسمسه. کریسمس زمانیه که برای آمریکایی‌ها همه توی آمریکایی‌های با خانواده میگذرونن کریسمس رو، و بعد برای سال نو معمولا سفر میکنن این ور اون ور، میرن لاس وگاس میرن. ولی توی کریسمس، این ویکند کریسمس، آمریکایی‌ها خودشون سفر نمیکنن، لاس وگاس مخصوصا نمیرن. لاس وگاس رسماً این شهر میشه شهر ایرانی ها، ایرانی های مقیم آمریکا، چون پروازا ارزونه. همیشه وقتی تقاضا کم باشه، وقتی آمریکایی ها دیگه سفر نمی کنن الان برن لاس وگاس، پروازای لاس وگاس توی کریسمس امتحان کنید، بسیار بسیار قیمت ها پایینه، هتل ها بسیار قیمت ها پایینه، همه آمریکایی‌ها دارن با خانواده‌هاشون می‌گذرونن و امکان ایجاد میشه ایرانی‌ها می‌ریزن توی لاس وگاس. به صفحاتتون نگاه بکنید. خب یه عده هستن که اصلا تو دنیای سیاست نیستن، بچهای دانشجوان، کار می‌کنن، ادعاشون هم نمیشه. میرن تفریحشون رو می‌کنن. خب خیلی هم خوب، فرصتیه دارن استفاده می‌کنن. هیچ اعتراضی بهشون نیست. درود بهشون. اما اپوزیشن ما چی بگم؟ وقتی که دولت آمریکا تلاش خودشو داره میکنه که نیروهای اپوزیشن رو بیاره کنار همدیگه بشونه، از یه طرف مزدورای رژیم جمهوری اسلامی توی واشنگتن بسیار فعال، خبرچینای وزارت اطلاعات، باورتون نمیشه، مثلا قرار میشه بیاد گزارش یو اس ای در فارسی بیاد بالا، سایت رسمی فارسی وزارت خارجه آمریکا، که به نوعی عناصری که به نایک ارتباط داشتن، امروز تریتاد پارسی هم یک توییتی رو داد که درباره اونم باهاتون صحبت میکنم، بذارید بگم همین الان دیگه. دیروز که مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا تبریک گفت یلدا رو و به ایرانی ها گفت که ما میبینیم که چقدر امیدوارانه دارید به پایان شب سیاه که سپیده است نگاه میکنید، شعر از نظامی گذاشت برای ما ایرانی ها، احترامش رو به تاریخ و فرهنگ و ادبیات ما نشون داد وزیر خارجه آمریکا. امروز شاهد بودیم تریتا پارسی سرکرده گروهک لابیست جمهوری اسلامی که توسط جواد ظریف سال 2002-2003 ساخته شد توی واشنگتن این گروه و تعلیم دیده شدند. تریتا پارسی میاد با پرروی تمام یک کامنتی رو زیر توییت وزیر خارجه آمریکا می نویسه، اینا رو تو همین صفحه اینستاگرامم هم گذاشتم ببینید، که توی توییتش تریتا پارسی، فارسی هم نمیتونه راحت صحبت کنه در زمین، توی توییتش برمیداره با توهین به وزیر خارجه آمریکا میگه آره خوشحالم که بازرس ویژه مولر الان داره میاد که پوست رئیس جمهور آمریکا رو بکنه و دیگه دموکرات ها هم دارن میان مجلس نمایندگان رو دارن میگیرن دست از ژانویه و دیگه دخلتون اومده. تا این حد وطن فروشی و خیانت در مزدوران لابیستی که حتی فارسی هم نمیتونن صحبت کنن.
تربیت شدن برای خیانت در واشنگتن. برادر تریتا پارسی هم توی اروپا عین همین کاری رو که خودش اینجا داره انجام میده، اگه اشتباه نکنم اسمش روزبه پارسیه، اونم عین همین کارو داره با اتحادیه اروپا انجام میده اونور. یعنی یک خانواده خیانتکاری که تربیت شدن توسط جواد ظریف که اون زمان سفیر جمهوری اسلامی توی سازمان ملل بود اگه اشتباه نکنم، اصلا توی دوره احمدی نژاد. و این آدم ها قبل از احمدی نژاد هم از دوره خاتمی هم فکر میکنم بود، این آدم ها تربیت شدن اصلا برای این که خیانت کنن به مردم و خدمت کنن به رژیمشون و رژیم رو تثبیت کنن و ادبیات رژیم رو توی واشنگتن پخش بکنن. حالا دار و دسته تریتا پارسی توی دوره‌ای که اوباما روی کار بود یک جریانی رو توی وزارت خارجه آمریکا راه انداختن، ایران دسکی برای خودشون، میزه ایرانی درست کردن و USA در فارسی رو راه انداختن و کیا اون وقت اونجا نفوذ دارن؟ خبرچینای وزارت اطلاعات. USA در فارسی رو مثلا کیارش احفاد میچرخونه، شروین حاجیلو میچرخونه، هر دو کیارش احفاد کارمند قراردادی وزارت خارجه آمریکاست. و وقتی قراره بیان اسم زندانیای سیاسی ایران رو بنویسن، کیارش احفاد زنگ میزنه به احمد باطبی دوست صمیمیش خبرچین وزارت اطلاعات، میگه زندانیای سیاسی کیا هستن؟ توی زندانیای سیاسی که وزارت خارجه میاد ازشون یاد میکنه، اسم طولانی ترین کسی که داره طولانی ترین دوره زندان سیاسی رو الان میگذرونه در زیر شکنجه و در تبعید نیست، ارژنگ داوودی. خب من، ارژنگ داوودی، احمد باطبی، ما پایه‌گذاران یه جریانی، مثلا باطبی که مغز این کارا رو نداشت ولی کنار من و ارژنگ اسمش رو مینوشتیم، حالا چون تیشرتی بالا برده بود و اون موقع اسم در کرده بود مثلا، برای اینکه هدر نره حالا اون اسمی که شانسی در کرده. و بعدن ارژنگ رو میفروشه به وزارت اطلاعات. ارژنگ 16 سال زیر شکنجه است. اون وقت وقتی وزارت خارجه داره اسم زندانیای سیاسی رو مینویسه، باطبی روش خط میکشه ارژنگ رو نگید. شما اسم یه سری زندانیای سیاسی رو میبینید، اما اونی که باید بالای لیست از همه بزرگتر باشه رو نمیبینید اصلا، چون مزدورای رژیم جمهوری اسلامی بیکار نیستن اینجا تو واشنگتن. خبرچینای وزارت اطلاعات بیکار نیستن، خیلی هم فعالن، بین چهره های اپوزیشن هم میچرخن اینا، چهره های سرشناس اپوزیشن رو. احمد باطبی به خونه مسیح علی نژاد هم رفت آمد داره، به خونه شاهزاده هم رفت آمد میکنه. خبرچین رسمی آبرو باخته وزارت اطلاعات هی سعی میکنه اونها رو با فلانی نشینید، با فخرآور یه وقت صحبت نکنید، با علی جوانمردی صحبت نکنید، با روح الله زم صحبت نکنید، با اون. اگر قرار باشه جای کوالیشنی به وجود بیاد، این خبرچین های مزدور هم کار خودشون رو در کنار لابیست های جمهوری اسلامی بیرون دارن انجام میدن. نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که یواش یواش دولت آمریکا میگه میدونین چیه؟ این اپوزیشن به نظر نمیاد بتونن کنار هم دیگه بشینن، خودمون کار رو یه سره میکنیم. الان ما تو مرحله اینیم که دارن تصمیم میگیرن خودشون یه سره بکنن یا نه. جا به جایی نیروها توی منطقه برای اینه که نیروهای آمریکایی رو که تارگت، در واقع هدف اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات بودن، این مدت پایگاه های آمریکایی رو شناسایی کردن، مخفیش هم نمی کردن، دائم سردارای سپاه می اومدن میگفتن، توی نقشه های خودشون، تو برنامه های خودشون نشون میدادن که آی ما تمام پایگاه های آمریکا رو تو منطقه میشناسیم، اینا این قرارگاه های نظامی آمریکاست که سربازای آمریکایی اونجاها حضور دارن، اینجا در سوریه است، اینجا در عراق، اینجا در نمیدونم افغانستان، اینجا در فلانه. و اینا رو توی ویدیو کلیپ هایی که سپاه پاسداران پخش میکنه ما دائم این چیزا رو میبینیم. پرزیدنت ترامپ حالا دیگه داره به این مرحله میرسه که اپوزیشن ایرانی ارزش رو نداره گویا. یه دونه گزینه دیگه فقط میمونه جلو. چون همه میدونن که مردم ایران رژیم جمهوری اسلامی رو نمیخوان. مردم بیرون هم اومدن، اما مردم به تنهایی نمیتونن موفق بشن. مگر اینکه اپوزیشن بتونن با هم همه کنار همدیگه بشینن، حرفاشون رو یک کاسه بکنن و همه با هم بتونن یک پیام رو به داخل اون وقت بفرستن. چیزی که الان دیگه دست کم یک سال هر روز
داریم فریاد میزنیم، التماس میکنیم به چهرهای اپوزیشن بیایید کنار هم بشینیم لامصبا، بذارید شما رئیس باشید، بذارید کنار هم بشینیم و یک پیام از طرف اپوزیشن به داخل کشور بره. حالا دیگه یواش یواش دولت آمریکا داره به این نتیجه میرسه که ما ارزشو نداریم و میگن برای ما کاری نداره، برای دولت آمریکا واقعا کاری هم نداره. خب رژیم تهدید کرده اگر آمریکا ما رو هدف بگیره، پایگاه‌های ما رو بخواد بزنه، ما هم پایگاه‌های آمریکایی رو توی منطقه میزنیم، اینم نقشش. بحث‌های محرمانه پشت پرده واشنگتن حالا اینه که دولت آمریکا قرار شد نیروهاش رو جابجا کنه، نیروهاش رو از تیررس موشک‌های جمهوری اسلامی خارج بکنه. به طور کامل خارج نخواهد کرد، اما جایگاه‌ها رو داره عوض می‌کنه، به منطقه‌های مخفی داره منتقل میکنه، به جایگاه‌های کوچیک‌تر مخفی‌تر. از سوریه نیروها بیرون کشیده شدن اما به آمریکا نیومدن، نیروها به عراق منتقل شدن توی نقاط مختلف که پیدا کردنش برای سپاه پاسداران حالا دیگه راحت نباشه. از افغانستان نیروها رو دارن تعدیل میکنن، اون یک طرح بزرگتریه که دوست بسیار خوبم کسی که اسم کتاب رفیق آیت الله رو اصلا انتخاب کرده بود، بذارید اسمش رو الانم نیارم، بعضی از دوستان میدونن، اونایی که تو مراسمای بوک ساینینگ امضای کتاب من حضوری اومده بودن و حضوری از من میپرسیدن بهشون میگفتم، ولی اینجوری یادم نمیاد زیاد جایی گفته باشم کی هست. یکی از جنجالی ترین و هولناک ترین اسمها برای رژیم جمهوری اسلامی و برای تمام دیکتاتوری های منطقه اسم این فرده، یک آمریکایی میهن پرست بسیار بسیار معروف هم هست. طرحی رو گذاشت روی میز پرزیدنت ترامپ که ما احتیاجی به حضور ارتش آمریکا در افغانستان نداریم. اون کاری که ارتش آمریکا تو افغانستان داره انجام میده رو نیروهای خود من، این فرد خب تعلیم دهنده ارتش‌های خصوصی در دنیاست، گفت نیروهای خود من میتونن این کار رو انجام بدن با هزینه بسیار بسیار پایین‌تر، حتی صحبت از هزینه یک پنجم تا یک دوازدهم هزینه‌ای که الان ارتش آمریکا داره تقبل میکنه توی افغانستان رو، گفته من میتونم با نیروهای خودم، نیروهای تعلیم دیده بومی خودم اصلا انجام بدم. و در قالب اون طرح قرار شده تا حد امکان نیروهای آمریکایی از تیررس انتقامی رژیم جمهوری اسلامی خارج بشن و یواش یواش آرایش دفاعی تبدیل به آرایش تهاجمی بشه و مجموعه اون وقت قرارگاه های سپاه، پایگاه های موشکی، بیت رهبری، مراکز هسته‌ای توی حملات برق‌آسا مورد حمله ارتش ایالات متحده آمریکا و متحدینش قرار بگیره. جنگ. خیانتکار اول و آخرش هم ما در اپوزیشن هستیم. گزینه بسیار واضح و روشنی جلوی چشم ما هست، اما لجبازیمون، بچه بازیمون اجازه نمیده این گزینه رو پی بگیریم و حالا داره یواش یواش گزینه جنگ پررنگ میشه. یه خبری رو من بدم به این چهره های شناخته شده ی اپوزیشن، بدونید که اگر جنگ بشه، اگر قرار باشه همه هزینه رو بیان تقبل بکنن، نه شما رو میارن سوار تخت روان و قالیچه حضرت سلیمان میکنن ببرن اونجا بذارن بشونن بگن حالا رئیس جمهور باشید، تاج بذارن رو سرتون، شاه باشید، حالا بیایید هر کسی میخواید باشید، رئیس جمهور، رهبر باشید، هر چیزی میخواید باشید، نه شماها رو نه ماها رو،
از بین خودشون، همون جوری که برای افغانستان اگر قرار شد هزینه‌شو خودشون بدن بقیه‌ش هم خودشون بردن. محمد ظاهر شاه که شاه در تبعید افغان‌ها بود و بسیار هم همه افغان‌ها براش احترام قائل بودن، بعد از جنگ نرفت بشه پادشاه افغانستان. از گوشه رستورانای واشنگتن رفتن گشتن، یه مزدوری رو پیدا کردن، حامد کرزای، گفتن تو بیا برو. هیچ کس هم نمیشناختش تا وقتی معرفیش بکنن. از همون گوشه مشاهده رو آوردن، گفتن چون هیچ کس نمیشناستت هیچ گروهی هم با درگیری مرگی نداره، تو بیا برو بشین اونجا، بگیر همه چیزو دست. که یک خیانتکار بزرگ و همکار رژیم جمهوری اسلامی هم از توش در اومد. در عراق هم همین اتفاق افتاد. با اینکه حالا توی عراق اپوزیشن باز با همت احمد چلبی توی کنگره معارضین توی اربیل عراق دور هم دیگه جمع شده بودن، درست چند روز قبل از جنگ، من و ارژنگ داوودی توی دوران کوتاه مرخصی از زندان برای شرکت تو امتحاناتم بودم که منتظر حکم بودم، منتظر حکم 8 ساله زندانم اون موقع نشسته بودم. حالا دوره انفرادیای سخت و نمیدونم شکنجه ها و اینا رو توی سالهای متمادی پشت سر گذاشته بودم و پروندم و داشتن همه رو یکاسه میکردن که حکم زندانم هم صادر کرده بودن، من اعتراض گذاشته بودم روش. تو این فاصله ای که بیرون بودم تا حکم نهاییمو بدم و منو ببرن دیگه برای 8 سال زندان، همراه ارژنگ قاچاقی از مرز اومدیم بیرون، رفتیم از مرز پیرانشهر، رفتیم به سلیمانیه، دعوت شده بودیم اونجا تو این کنگره معارضین ما هم حضور داشته باشیم، کنگره معارضین عراق. و دوستانی که اونجا بودن حتما خوب خاطرشون هست، توی همون هتلی هم که همه این هم خبرنگارها هم چهره های شناخته شده اپوزیشن عراق بودن، ما همه اونجا بودیم. یعنی تا اون مرحله باز اپوزیشن عراق پیش رفت و کنگره معارضین خودش رو تونست تشکیل بده. من یادم کنگره که تموم شد شاید 10 روز 15 روز بعد از پایان کنگره بود که آمریکا حمله کرد به عراق و اول یک حاکم نظامی گذاشتن، بعد پل برمر اومد، یک حاکم دیپلماتیک مثلا اومد بالا، آمریکایی، همه آمریکایی، که بعد اومدن تا 1-2 سال این دوران ترانزیشن و گذار طول کشید تا بیان آروم آروم بسپارن قانون اساسی براشون بنویسن. ما چیز دیگه‌ای به آمریکایی‌ها گفتیم، ما به اینا نشون دادیم که ما توانایی این رو داریم همه این مراحل رو بریم، نیاز نیست شما هم برای ما قانون اساسی بنویسین، خودمون حقوقدانان بسیار برجسته‌ای داریم که میتونن خیلی بهتر از قانون اساسی خود شما هم برای ایران آینده بنویسن، بهتر از قانون اساسی آمریکا. حتی پیشنویس پیشنهادی رو هم نوشتیم، اما پیشنویس پیشنهادی به جای اینکه اپوزیشنی که همشون تو خلوت خودشون میخونن و میگن عجب چیزیه، به به، ولی حسادت اجازه نمیده بپذیرن کسان دیگه ای بودن بهتر از اینا تونستن کاری رو انجام بدن. اگر اپوزیشن میخواد به همین روش کثیف خودش ادامه بده، ادامه بده. هر روز و هر روز صدای طبل جنگ بلندتر و بلندتر داره شنیده میشه. باید شارژ گوشیمم به فکرش باشم، یک لحظه به من اجازه بدید، بذارید من شارژ گوشیمو هماهنگ بکنم و بیام باهاتون. یک نفسی بگیرید شماها تا برگردم پیشتون. ببخشید دوستان، من امیدوارم که درسته. یکی
یکم عصبانیت منم اینجور موقعا بخوابه بد نیست، چون ممکنه یه دفعه جوش بیارم سر این اپوزیشن. اما اینو داشتم میگفتم که حالا وقت زیادی دیگه نداریم، هرچی بگذره صدای طبل جنگ رو بلندتر و بلندتر خواهید شنید. دلیل استعفای وزیر دفاع آمریکا بیرون مردم نمیدونن، ولی وزیر دفاع آمریکا جنرال ماتیس مدداگ از افراد میانه رو در دولت پرزیدنت ترامپ بود. اگر خاطرتون باشه وقتی که پرزیدنت ترامپ روی کار اومد با هم زیاد در این مورد صحبت میکردیم، چند نفر رو اسم میآوردیم. رکس تیلرسون بود وزیر خارجه توی اون یک سال اول وزیر خارجه آمریکا، جنرال مکمستر مشاور امنیت ملی، مدداگ، جنرال ماتیس در وزارت دفاع و باب کورکر در سنا، رئیس جمهوری خواه کمیسیون سیاست خارجی سنای ایالات متحده. این چهار نفر خودشون هم گوشه و کنار دائم اعلام میکردن که ما آدم های عاقل در دولت ترامپیم، نمیذاریم تصمیمات عجیب و غریب بگیره. افراد میانه رویی که دائم سعی میکردن ترمز پرزیدنت ترامپ و اطرافیانش رو بکشن. توی تمام مواردی که پرزیدنت ترامپ کاری رو میخواست انجام بده ما مخالفت اینها رو میدیدیم. حتی این آخریش همه اونها عملا برکنار شده بودن. رکس تیلرسون کنار رفت، مکمستر کنار رفت، باب کورکر وقتی دید دیگه رأیی نداره توی ایالت تنسی، حتی این دوره گفت من کاندید هم نمیشم. و تا چند روز دیگه، یعنی هفته آینده، پایان دوره سناتوری باب کورکر هست و از ژانویه سناتور جدید تنسی روی کار میاد و باب کورکر هم فکر کنم برای همیشه دیگه با سیاست باید خداحافظی بکنه. کورکر میتونم بگم بزرگترین شکار گروه لابی رژیم جمهوری اسلامی، گروه نایک توی واشنگتن بود، چون اونا معمولا دموکرات ها رو شکار میکنن، اما باب کورکر جمهوری خواه که رئیس کمیسیون سیاست خارجی سنا بود این رو تونسته بودن شکار بکنن. دفتر باب کورکر تقریبا تمام پرسنل دفتر جیجی باجی بودن دیگه با اعضای نایک. و خیلی جالب بود که حتی یک بار قرار بود ملاقاتی بین من و بچهای کنگره ملی ایرانیان با باب کورکر گذاشته بشه، اعضای سنا و مسئولین در واقع پرسنل دفتر باب کورکر گفته بودن به هیچ عنوان با فخرآور نباید ایشون صحبت بکنه، که بعد بهشون گفته بودن چرا، کی به شما گفته؟ که گفته بودن بله گروه معتبر نایک، لابیستای جمهوری اسلامی در واشنگتن، اینها به ما گفتن که فخرآور مأمور جمهوری اسلامیه و نباید سناتور کورکر رو ببینه. عجب، مأمورین جمهوری اسلامی در واشنگتن، لابیست های رژیم، من رو که برای زدن شاهرگ حیاتی رژیم، تحریم نفت، داشتم کمپین میکردم توی کنگره، به عنوان مأمور رژیم معرفی میکردم. شاهدشون هم کی بود؟ حدس بزنین کیو شاهد می آورد نایک؟ گفتن ما چند تا از زندانی های سیاسی سابق رو که همسلولی های فخرآور هستند بودند بهتون معرفی میکنیم، اونا بهتون میگن که فخرآور مأمور رژیم. اصلا فکر نکنید که دوباره احمد باطبی خبرچین وزارت اطلاعات، محسن سازگارا که به ادعای خودش از پایه‌گذاران سپاه پاسداران و کنار خمینی بود و هواپیمای این روزها، 40 سال پیش این روزها محسن سازگارای دفترچه دستش بود توی نوفل و شاتو، 19 سال 20 سالش بیشترم نبود، نوچه ابراهیم یزدی بود، داشت اسامی کسایی رو مینوشت که توی هواپیمای خمینی باید بشینن، هواپیمایی رو که دولت فرانسه عملا در اختیارشون گذاشته بود، قرار بود این هواپیما رو چند نفر خمینی و چند نفر دیگه از نزدیکانش بشینن تو این هواپیما، بعد پر بکنن هواپیما رو از خبرنگارای خارجی. طرحی بود که اون موقع ابراهیم یزدی ریخته بود که این خبرنگارای خارجی سپر انسانی دفاع از خمینی بودن که دولت موقت بختیار این هواپیمای خمینی رو نتونه بزنه. یه وقت بیمه ابوالفضل داخل هواپیما
خبرنگارای خارجی بودن که لیستشون رو کی می نوشت؟ محسن سازگارا. دیپلمه هم بود، بعد رفت کنار خمینی ایران، تصمیم گرفت بگه من دکترم دیگه، و از اون به بعد شد دیگه دکتر، که هنوزم توی اپوزیشن همچنان دکتره. و اینا حالا کنار توی دفتر باب کورکر میچرخیدن که فخرآور مأمور جمهوری اسلامی ها، با این صحبت نکنید اصلا. و اینجوری باب کورکر عملا از دست ماها به طور کامل خارج شده بود، یعنی بین جمهوری خواها کسی که اصلا نمیرفتیم دیگه سمتش، وقتمون رو تلف بکنیم باش حرف بزنیم، باب کورکر بود. خوشبختانه کورکر همین هفته آخرین هفتهشه، میشه گفت یک لکه ننگی توی جمهوری خواهان سنا بود. یکی از این چهار، بهشون میگفتن چهار پسر مچور، عالق، عاقل، مثلا این دموکرات ها اسم اینها رو گذاشته بودن، رکس تیلرسون، جنرال مکمستر، جنرال ماتیس و باب کورکر. خب از این چهار پسر سه تاشون که رفته بودن یه دونش مونده بود که جنرال ماتیس وزیر دفاع بود. و جنرال ماتیس با اینکه خب سوابق بسیار خوبی داره از قدیم، اما مخالف این هست که جنگ دیگه‌ای در بگیره. وقتی پشت پرده رو جنرال ماتیس شنید، و قاعدتاً جنرالی که مخالف در گرفتن یک جنگ جدیده باید خوشحال بشه که سربازای آمریکایی دارن برمیگردن دیگه، از مثلا سوریه بحران زده دارن میان بیرون، مسئولیتش کمتر خواهد شد در قبال جون این سربازا، ولی جنرال ماتیس خوشحال نبود، چون واقعیت این چیزی نیست که شما دارید میشنوید توی رسانه ها. واقعیت اینه که نیروها فقط دارن از تیررس انتقامی موشک های رژیم جمهوری اسلامی خارج میشن، برای اینکه طرح بسیار بزرگی برای کوبیدن سائق آسای تمام مراکز قدرت رژیم جمهوری اسلامی توی دستور کار قرار گرفته. جنرال ماتیس گفت من نمیخوام وارد جنگ دیگه ای بشم، استفاده داد. و تو استفانامش هم نوشت، پیروز استفاده داد، تو استفانامش هم نوشت که پرزیدنت آمریکا حق داره کسی رو که با سیاستهاش بیشتر موافق باشه روی کار بیاره، من موافق اتفاقاتی که داره میفته نیستم. امروز همین چند دقیقه قبل از این که من بیام بالا با شما صحبت بکنم، بریت مک‌گورک، این فرد به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور، میگن سپیشال انوای، مثل همین براین هوک که برای ایران یک نمایندگی ویژه‌ای داده شده براش، به بریت مک‌گورک هم این نمایندگی ویژه داده شد، سپیشال انوای آف Global Coalition to Defeat ISIS، برای کمپین، یعنی نماینده ویژه آمریکا که کمپین بین المللی علیه داعش رو در واقع از طرف آمریکا هدایت میکرد. ایشون هم چند ساعت پیش استعفا داد در قبال همین تصمیمی که پرزیدنت ترامپ گرفت که نیروها از سوریه، نیروهای آمریکایی خارج بشن، چون دیگه دید دلیلی نداره بخواد بمونه، و اینا همه جزو متحدینی بودن که میخواستن مطمئن بشن جنگ دیگه ای الان در نمیگیره، اما همشون دارن میبینن یک جنگ بزرگ دیگه داره شروع میشه. خب اینجوری هم نیست که حالا رسانه ها دارن اعلام میکنن و جمهوری اسلامی، دیدم خبرگزاری ها اماریون و مماریون و این مغز فندقی های بسیجی اومدن نوشتن که بله نیروهای جمهوری اسلامی و روسیه جایگزین نیروهای آمریکایی در سوریه میشوند، از این خبرها نیست. اتفاقا با امانوئل مکرون و با ترزا می، نخست وزیر انگلستان، و همینطور با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، هماهنگی‌هایی رو پرزیدنت ترامپ کرده و قرار بر اینه که نیروهای فرانسوی، بیشتر نیروهای فرانسوی و مقداری هم نیروهای انگلیسی توی منطقه حضور بده. اگر کتاب رفیق آیت الله، بچه ها کتاب رفیق آیت الله رو میدونم خیلیاتون نیازی به گفتن نیست، اما این کتاب برای همیشه تاریخ بازش بکنید به دردتون خواهد خورد.
همیشه کنار کتاب هاتون نگرش دارید. فصل یک کتاب رفیق آیت الله براتون، یعنی تمام تحولاتی رو که امروز دارید میبینید همه رو اونجا توی این کتاب دربارش گفته شده. سال 2012 بود که نوشتن شروع شد، 2016 کتاب بیرون اومد و چند سال پیش بود، اما تمام تحولات امروز رو تو میتونید توی این کتاب ببینید. وقتی که جنگ جهانی اول تموم شد، تو فصل یک کتاب براتون توضیح دادم، بعد از پایان جنگ جهانی اول نیروهای پیروز اومدن این منطقه، عراقی وجود نداشت اون موقع، کشور عراق، کشور سوریه، اینا همه کشورهای تازه تأسیس بعد از جنگ هستن، عراق، سوریه، لبنان، اسرائیل، تمام اینها بعد از جنگ جهانی اول، حالا اسرائیل که بعد از جنگ جهانی دوم حتی به وجود اومدن. اینا همه به نوعی عراق و سوریه به ویژه تریتوری قلمرو امپراتوری عثمانی بودن. امپراتوری عثمانی شکست خورد، به محدوده ترکیه دیگه دورش خط کشیده شد که همونجا بمونه، پاشم بیرون نذاره. و این که الان اردوغان به خودش اجازه میده هی پرروبازی در بیاره و هر از گاهی نیروهاشو بفرسته از مرز ترکیه بیرون، برید توی عملیات نظامی توی علیه کردهای مبارز توی سوریه انجام بدید، توی عراق انجام بدید، برای اینکه اردوغان هنوز فکر میکنه سلطان مثلا قراره بشه و امپراتوری عثمانی رو دوباره بیاره بپا کنه. توی این قلمرو بعد از جنگ تقسیم شد، انگلیسی‌ها عراق رو برداشتن، دورش یک منطقه رو خط کشیدن، گفتن این از این به بعد کشور عراق. این ور هم فرانسوی‌ها گفتن سوریه رو هم پس بدید به ما. و عملاً سوریه متعلق به فرانسوی‌ها بوده بعد از جنگ جهانی، سوریه و لبنان متعلق به فرانسوی‌ها بوده بعد از جنگ جهانی اول. حالا نیروهای سوری این فرصت رو، نیروهای فرانسوی این فرصت رو دوباره دیدن که برگردن بیان بگن خب حالا که آمریکا اونجا پاکسازی کرده از آیسیس و اینا، ما نیروهای فرانسوی رو میفرستیم اونجا برن که در کنار مبارزین کرد قرار بگیرن، برای اینکه دوباره یک خلأ ایجاد نشه از خروج نیروهای آمریکایی تو منطقه، خلأی ایجاد نشه که باعث بشه دوباره داعشی پا بگیره و رژیم جمهوری اسلامی این دفعه بیاد هشت شعبی خودش رو اونجا پرورش بده و از این غلطا بکنن، و یا ترکیه مثلا روش زیاد بشه بگه حالا ما بریم حمله بکنیم این منطقه رو بگیریم برای خودمونو. جمهوری اسلامی هم که جرأت نداره فرانسوی ها رو بزنه، یعنی پایگاه های نظامی فرانسه رو جرأت نداره از این غلط ها بکنه، اما پایگاه های نظامی آمریکا رو میزنه، میگه آقا آمریکا دشمن ماست، میزنه خوب میکنیم مثلا. بعدش خب بلای بدی سرشون میاد، ولی دیگه برای آمریکایی‌ها از دست دادن حتی یک سرباز هم مهمه، اینا خیلی جون آمریکایی‌ها براشون مهمه. این کشور حکومت به اون درجه از بلوغ سیاسی رسیده که تک تک افراد آمریکایی، شما نگاه بکنید توی هر گوشه دنیا هر آمریکایی گرفتار بشه، دولت آمریکا با تمام توان پشت سر شهروند خودش می‌ایسته، و شما هیچ کشور دیگه رو نمی‌بینید که انقدر یک پارچه تمام کشور دفاع بکنن از شهروندان آمریکا، کما اینکه شهروندا حتی شهروندای آمریکایی اصیل نباشن. سر ماجرای پرونده هسته‌ای، اون برجام و اینا که داشتن امضا میکردن، دولت آمریکا اون کسانی که به عنوان زندانیان آمریکایی بودن توی زندان، جیسون رضاییان و کشیش سعید آبدینی و اینا رو اگر نگاه بکنید، اینا هیچ کدوم ایرانی، هیچ کدوم آمریکایی نبودن، عملا ایرانی آمریکایی ها بودن، و با همین وجود هم چون شهروندی آمریکا روشون اومده بود، دولت آمریکا با تمام توان ایستاده بود و مردم آمریکا هم حمایت می‌کردن، که یا امیر حکمتی، همه اینها حمایت می‌کردن که این شهروندان آمریکا حتما برگردن هر چه سریع‌تر، و اون باج‌های کلانی هم که داده شد که اوباما 1,800,000,000 دلار پول نقد توی پالت‌های هواپیمای مخصوص فرستاد برای خامنه‌ای، که در واقع فقط چی میگن پول رنسام برای باج برای آزادی این گروگان ها بود. بر همین این خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و کم شدن تعداد نیروهای آمریکایی توی افغانستان، همه اینها و جابجایی مجموعه نیروهای آمریکایی توی تمام منطقه، آرایش جدید ناوهای هواپیمابر آمریکایی توی خلیج فارس، تمام اینها خبر از
جنگی است بزرگ و شرمی بزرگ برای ما توی اپوزیشن. یکی دو تا نکته دیگه هم، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام همین دقایقی پیش اومد اعلام کرد که دشمن تصمیم گرفت که ارزش پول ملی ما رو بیاره پایین. دشمن تصمیم گرفت، اینا نبودن، برای اینکه ما نتونیم دیگه بعدش هم تحریممون بکنن و نفت نتونیم بفروشیم و پول به دست نیاریم و نتونیم حقوق کارمندامون رو بدیم. من این جمله‌ش رو بخونم که دشمن می‌خواهد که دولت از پرداخت حقوق کارمندان و کارگران باز بماند، کارخانه‌ها تعطیل شود، شورش و بلوا بشود. ببینم چرا اصلا دولت باید پول کار حقوق کارخونه، مگه کارخونه خودشون سود نمی‌کنن؟ کارخونه‌ای که داره جنسی تولید می‌کنه حتما داره سود هم می‌کنه، چرا از همون سود ور نمی‌دارید پس حقوق کارمند کارگرای کارخونه رو بدید؟ حالا کارمندای دولت و توجیهتون رو قبول بکنیم، ولی کارگرا که باید از سود کارخونه ها داشته باشن، پس سود کارخونه ها واقعی نیست، پس همه چیز توی کشور دروغه، پس شما فقط با تزریق پول نفت به یک سری کارمند، اونم در حد بخور نمیر، حقوق پرسنل نیروی هوایی ارتش توی دهه 60 و 70 اگر اشتباه نکنم حدود 20,000 تومان بود حقوق ماهیانه. 20,000 تومان ماهیانه کارمند دولت. امروز من فکر میکنم حقوقا برای حالا ارتشی ها توی همین محدوده 2 تا 3 میلیون، 1.5 تا 3 میلیون تومن، یه همچین چیزی نشسته. 6 میلیون خط فقره. حتی پرسنل ارتش، حتی پرسنل نیروی انتظامی با حقوق میانگین 2 تا 4 میلیون، معلم‌ها با حقوق میانگین 800,000 تومان تا مثلا 1.5-2 میلیون به حقوقها نگاه کنید، اون وقت خط فقر 6 میلیونه. تو لایو بعدی بهتون گفتم روحانی همون روزای اول توی مجلس، روزای اول بعد از انقلاب میگفت ما بیایم حقوق بازنشسته های ارتش رو کم بکنیم در این حد که فقط بتونن بخورن و زنده بمونن، هیچ کاری نتونن بکنن دیگه. بهش میگیم بخور نمیر، فقط زنده بمونن، نه بتونن تفریح کنن، نه به آینده خودشون و فرزندانشون فکر کنن، نه بتونن بیشتر از اندازه سیر بشن که پشتک بزنن، جفتک بزنن، مخالفت با حکومت بکنن، نه، فقط به صورت جنازه هایی در خیابان هر روز حرکت بکنن، میلیون ها نفر بیان توی اتوبوس ها، توی تاکسی ها، توی ماشین های خودشون، توی متروها، فقط بیستن افسرده سرها رو بندازن پایین، سکوت بکنن، به آینده نامعلوم، به بدبختی های خودشون فکر بکنن. این نقشه رژیم جمهوری اسلامی برای شما بوده. و تو تمام این سال هم امروز دیدم شلدون، یکی از کسایی که از شاخهای توییتر به حساب میاد، خیلی چیز جالبی رو نوشته بود که خبر کاملا درسته، خامنه ای رئیسی رو به عنوان رئیس قوه قضاییه انتخاب کرده و همین روزا خواهید شنید که صادق لاریجانی رو برکنار میکنه و ابراهیم رئیسی رو داره به عنوان رئیس قوه قضاییه میشونه. خامنه ای میخواست که رئیسی رئیس جمهور باشه، دستورش رو هم داده بود، اگه خاطرتون باشه روز انتخابات هم بهتون گفتم و چقدر بعد اومدن گفتن ها دیدی نشد، دیدی دروغ گفتی، در صورتی که رئیسی انتخاب شده خامنه‌ای بود برای ریاست جمهوری و دستور داده بود که رعیا رو هر جوری لازمه کم و زیادش بکنن که رئیسی اعلام بشه به عنوان رئیس جمهور. روحانی که رئیس جمهور وقت بود و خودش داشت انتخابات رو برگزار می‌کرد توی وزارت کشور، روحانی این اجازه رو نداد و دستور خامنه‌ای رو تبعیت نکرد و گفت ما اعلام نمی‌کنیم، چون وزارت کشور بود که بعد اعلام می‌کرد نتایج رو، وزارت کشور زیر نظر رئیس جمهوره و این یکی از ایرادات بسیار بزرگ اتفاقا قانون اساسی خود جمهوری اسلامی است که خب کسی که خودش رئیس جمهوره که نمیتونه بیاد انتخابات خودش برگزار کنه، مثل اینکه الان پرزیدنت ترامپ رئیس جمهور آمریکا است انتخابات دور دومش خودش برگزار کنه، خب معلومه که خودش هر جوری هست از تو صندوقا میاد بیرون. باید یک سازمان مستقل انتخاباتی وجود داشته باشه و توی انتخابات
خب درود دوباره دوستان. داشتم نگاه میکردم، منتظر بودم که به من اخطار رو بده این اینستاگرام که به 2 دقیقه آخر رسیدی، اما اخطار برای من نیومد بالا و لایو بدون اخطار فکر میکنم سر 1 ساعت قطع شد. امیدوارم حالا سیف شده باشه بتونید ببینید. حالا بچه ادمینم لطف بکنید لایو رو بذارید، چون تا آخرین لحظه که داشتم میدیدم حدود 2000 نفر زنده همراه ما بودن و مطمئنم که داشتن بحث رو دنبال میکردن. توی نقطه حساسی که داریم میبندیم بحث رو دوچار قطعی بعد از 1 ساعت شدیم. بچه های ادمین براشون زحمت خواهد بود که حالا این دوتا لایو رو بخوان سرهم بکنن که جمع‌بندی پایانیش رو هم داشته باشیم. دارم یک کمی وقت تلف میکنم دوستان که ببینم از اون تعداد بیننده های لایو سنگینی که داشتیم الان بیش از نیمیشون برگشتن که بقیه هم برگردن و من ته این بحث رو همشون حضور داشته باشن، همه شما عزیزان، چون میدونم بعدن روی یوتیوب از داخل ایران کسایی که با ما هستن دوچار مشکل خواهند بود که بخوان بیان روی یوتیوب با این وضعیت اینترنت و اینها دنبال بکنن. روی اینستاگرام خیلی بهتر نمیتونید دنبال بکنن. تو این فاصله تا من ببینم تعداد رسیده به نزدیک تعدادی که توی لایو قبلی بودن که داره با سرعت میاد برسه بهش، لطفاً دوستان این صفحه اینستاگرامی رو امیر نقطه فخرآور رو حتما دنبال بکنید. این صفحه زیر الان 4-5 روزه که زیر ریپورت و حملات سنگین هست و هکرها دارن هی با فالوورها، یعنی فالوورها رو کم هم دارن میکنن، اما خوشبختانه این امکان خوبی هست، امکانات امنیتی خوبی روی صفحه هست که دسترسی نمیتونن به هیچ چیزی داشته باشن، ولی خب این مشکلات رو برامون معمولاً ایجاد میکنن. حالا امیدوارم که از امروز با این حضور سنگین شما عزیزان و با شیر کردن این لایو، با حمایتاتون، کامنت گذاشتناتون، لایک کردناتون، این توطئه های موجودات و ارتش سایبری ها خونسا بشه. یه بحث رئیسی رو الان ادامه میدم باهاتون. فقط یه نکته دیگه هم، تعدادی از این بسیجی های مغز فندقی که شاخ های اینستاگرامی هستن این روزا دیدم دارن اسم من و چند نفر دیگه از چهره های مبارز رو میارن و بعد و دیگه آشکارا اومدن از نقاب انداختن. تا حالا هی ادای اپوزیشن رو در می آوردن، بیرون کشور اومدن با رانت های اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات، توی ترکیه توی کشورهای دیگه جمع شدن و تا حالا هی سعی میکردن نشون ندن که چقدر جانشان فدای ولایت، اما دیگه الان به قول خودشون همه هزینه ها رو برای ولایت دارن میکنن و رسما عشقشون رو به خامنه ای دارن نشون میدن و به ماها دارن حمله میکنن. و من اتفاقا اونا رو هم اگر شهامتشو دارن که یه وقتی تونستن شهامت وجودی خودشون رو جمع بکنن بیان روی لایو، دعوت میکنم که بیان و حرفشون رو بشنوید، با منطق هر دو طرف آشنا بشیم، ببینیم که واقعا شاید ما مزه ساندیس رو خوب درک نکردیم و اینا شاید بهتر میدونن. چند نفر از آقایون و خانم هایی هستن که به ویژه کارمند های سازمان های امنیتی رژیم هستن بیرون کشور. خب تعداد زیادی از دوستان اومدن و همینجور هم داره اضافه میشه. مرسی از حضورتون و ببخشید از این قطعی که پیش اومد. داشتم درباره رئیسی براتون میگفتم که آره همون زمان هم که زمان انتخابات بود وقتی بهتون گفتم این واقعیت بود که خامنه ای دستور رو داده بود که به هر قیمتی باید رئیسی رئیس جمهور بشه، اما روحانی تبعیت نکرد از دستور خامنه ای و چون میدونست روحانی اگر تبعیت بکنه پایان زندگی نه فقط سیاسیش، زندگی جسمیش هم هست، چون چند روز قبلش بود که هاشمی رفسنجانی رو داخل استخر سرش رو زیر آب کردند و مدتی بود داشتن مسمومش میکردن با داروی رادیواکتیو، اما میدیدن جواب نمیده. گویا متابولیسم خانوادگی هاشمی ها، رفسنجانی ها، این مقدار با انسان های عادی متفاوت هست. شاید
جزو آبزیان بیشتر اینا بودن و اون دوز داروی رادیواکتیوی که داشتن به اینا میدادن، خب باید نگاه میکردن ببینن برای کوسه ها مثلا چه جوری باید بدن، برای انسان ها چه جوری باید بدن. فکر کنم این دوز رو اشتباه کرده بودن مامورین امنیتی و هر چی هی داروی رادیواکتیو میدادن میدیدن نمیمیره. و جالب تر از خود هاشمی وقتی که فرزندان هاشمی بعدن که ما این رو گفته بودیم، چون من تو کتاب رفیق آیت الله هم درباره اینکه خامنه ای علاقه سنگینی داره که رقبای خودش رو با داروی رادیواکتیو حذف بکنه و چون روش روسی هم هست اصلا این روش، و وقتی که ما این حرفا رو زدیم اول شوخی گرفتن، بعد بچهای هاشمی گفتن نکنه واقعا بوده، رفتن یه آزمایش خون هم از پدرشون گرفتن از جنازه و آزمایش ژنتیکی و این حرفا رو دیدن بله مقدار بسیار زیادی رادیواکتیو توی بدن توی جنازه هاشمی وجود داره. و بعد تصمیم گرفتن اعضای خانواده همشون برن آزمایش خون بدن و رفتن دیدن که عفت همسر عفت مرعشی همسر هاشمی رفسنجانی بیش از 10 برابر حد معمول رادیواکتیو در خونش وجود داره. یعنی میگم کلن و تمام اعضای خانواده دیگه از مهدی و یاسر و فائزه و فاطمه و همه اعضای محسن و بچه های هاشمی همشون عناصر رادیواکتیو، یعنی اون درصد مواد رادیواکتیو داخل بدنشون چندین برابر درصد معمول بود. اما میگم باید دوزها رو با دقت، من به مسئولین اطلاعاتی در خدمت خامنه‌ای توصیه میکنم، به جنسیت کسانی که هدف هستن نگاه بکنن. برای آبزیان اندازه ها رو باید شاید یه داروهای مخصوص تری استفاده بکنن که انقدر دیگه آب روزی نشه و مجبور بشن برن دوربین های استخر رو قطع بکنن و وقتی دیدن دیگه نمرد با دارو به زور سرش رو زیر آب بکنن و اینها. حالا روحانی هم همه اینا رو دیده بود و میدونست اگر از اسب قدرت پیادش بکنن، اگر از کاخ ریاست جمهوری بیاد بیرون، انتقام بدی ازش خواهند گرفت. و مثل خاتمی هم، چون خاتمی یه مهره ماری داشت که هر وقت لازم بود در خدمت خامنه‌ای تا کمر تا میشد و روشش رو یاد گرفته بود که چطوری همیشه نوکر حلقه به گوش خامنه‌ای باقی بمونه. ولی روحانی این روش‌ها رو زیاد بلد نبود، زیاد یاد نگرفته بود از خاتمی و میدونست که حذفش به معنی یک تصادف رانندگی شاید یا سکته قلبی چیزی برای روحانی، برای ظریف، برای جهانگیری، برای همه اینایی که دورش بودن که خامنه ای رو عصبانی کرده بودن این مدت پیش بیاره. این بود که به هر قیمتی بود روحانی تسلیم نشد در برابر فرمان خامنه ای برای اینکه رئیسی رو به عنوان رئیس جمهور اعلام بکنه، که بسیار هم خامنه ای رو عصبانی کرد این کار. اما بعدش خب شانسی که آورد ماجرای دیماه 96 بود که پیش اومد و عملا کنترل همه چیز در کشور از دست همشون خارج شد و حالا دیگه همه با هم باید به بقای خودشون فقط فکر بکنن، دیگه نمیتونن از اون شیطنت های عجیب و غریب فعلا تا جو انقدر خطرناکه و ترامپ سر کار و اینها داشته باشن. از یه طرف دارن سعی میکنن تحمل بکنن، سروایو بکنن، چون جان کری خیانتکار وزیر خارجه دولت اوباما به روحانی و ظریف گفته نگران نباشید، فقط تحمل کنید، 2 سالشو تحمل کردید، 2 سال دیگه هم تحمل بکنید. اما این 2 سال دیگه مثل این یکی 2 سال نیست زیاد. تو اون 2 سال تا پرزیدنت ترامپ جا بیفته توی کاخ سفید و تا بیاد این پسران به قول خودشون عاقل رو، این 4 پسر عاقل رو کنار بزنه که دموکرات‌ها خیلی روی اونها حساب کرده بودن، زیاد طول کشید. چند روز پیش بود توی یک جلسه ای که مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا با پرزیدنت ترامپ داشت، به پرزیدنت ترامپ گفت من 76
پوزیشن کلیدی در وزارت خارجه آمریکا دارم که این پوزیشن ها خالی مونده، که الان 2 سال ما افرادی رو معرفی کردیم ولی دموکرات ها توی سنا هی بلاک کردن، نمیذارن ما رأی بگیریم برای این افراد که این افراد بیان کارشون رو شروع بکنن. 76 پوزیشن کلیدی خالی فقط در وزارت خارجه آمریکا. وقت کیا تو اون پوزیشن ها نشستن؟ پسمانده های دوران اوباما هنوز اونجا نشستن، و برای اینه که هنوز لابی جمهوری اسلامی و خبرچین های وزارت اطلاعات اون تو میتونن بلولن، چون هنوز پوزیشن ها در اختیار کسانی که از دولت اوباما باقی موندن. ولی دستور اکیدی رو پرزیدنت ترامپ صادر کرده که هر چه سریعتر از دفترش ژانویه امسال تمام این افراد، چون هر دوره هر سال که به پایان میرسه اون کسانی رو که معرفی شده بودن به کنگره از طرف دولت که پوزیشن ها رو بگیرن، اینا رو دوباره کنگره برمیگردونه در پایان دوران، به دوره خودش کنگره برمیگردونه اسامیشون رو به کاخ سفید، که کاخ سفید برای کنگره بعدی دوباره اینها رو باید بفرسته. و پرزیدنت ترامپ دستور ویژه‌ای رو صادر کرده هفته گذشته که به درخواست مایک پومپو وزیر خارجه که بلافاصله تمام این افراد برای این پوزیشن ها فرستاده بشن از کاخ سفید به به سنای آمریکا، و حالا سنایی که تعداد جمهوری‌خواهای بیشتری هم توش هستند و تمیزتر هم هست، سنایی که دیگه مکین اونجا نیست، دیگه سناتور فلیک اونجا نیست، بسیار سناتور خیانتکاری بود سناتور فلیک، دیگه باب کورکر اونجا نیست، و مجموعه جدیدی از سناتورها اومدن که تا الان سناتورهای جمهوری خواه 2-3 رأی کم داشتن، ولی الان دیگه اون رأی ها رو کم ندارن، رأی کافی دارن برای اینکه از ژانویه دیگه با شتاب زیاد بتونن پوزیشن های خالی مونده توی وزارت خارجه آمریکا و دولت آمریکا رو پر بکنن. که میگم این 2 سال پیش رو بسیار تحمل کردنش سخت خواهد بود، یعنی به جای بد قضیه رسیده برای خامنه ای. اون اولش یکم آسون تر بود براش، اینجا جای یه مقدار سخت تریه. تلاش خودشونو بکنن، حالا ببینن میتونن دووم بیارن یا نه. و اینو داشتم میگفتم از توی لایو قبلی از شلدون توی توییتر، که وقتی خبر رئیسی میاد بالا که حالا خامنه ای رئیسی رو حکمش رو زده، حکم ریاست قوه قضاییه رو برای رئیسی خامنه ای زده، و به شلدون نوشته بود که این درسیه برای مردمی که، حالا من این توییتش خاطرم نیست ولی توی این مایه است، برای مردمی که وقتی میان بین بد و بدتر، بد رو انتخاب میکنن، مثلا باید بدونن که هم بد سرشون میاد هم بدتر. بد روحانیشون بود که رئیس جمهورشون موند، بدتر رئیسیشون بود که حالا رئیس قوه قضاییه شونه. و حالا اتفاقا اون تئوری رو تو زمان انتخابات بیشتر میتونید متوجه بشید که چقدر واقعی بود، اینکه خامنه ای به هر قیمتی میخواست رئیس جمهور بشه اون زمان. خب رئیس جمهور رو مثلا مردم دارن انتخاب میکنن در جمهوری اسلامی که تمام انتخابات ها نمایشی، هممون هم خوب میدونیم، ولی رئیس قوه قضاییه رو که دیگه خود خامنه ای شخصا انتخاب میکنه و یکی از رؤسای سه قوه هم هست دیگه. و وقتی که حالا خامنه ای اینجوری توی این شرایط با این همه حرف و حدیثی که پشت رئیسی هست، اینجوری پشت رئیسی ایستاده و به عنوان رئیس قوه قضاییه میاد معرفیش میکنه، کاملا اون تئوری اول رو هم جا میندازه که چقدر خامنه ای به رئیسی عشق و علاقه ویژه ای داره. این عشق و علاقه ویژه رو هم خیلی از شماهایی که کتاب رفیق آیت الله رو خوندید حتما خاطرتون هست، صفحه 478 و 479 کتاب رفیق آیت الله بود که فکر میکنم شاید خیلی ها برای اولین بار اسم ابراهیم رئیسی رو اصلا شنیده بودن. ابراهیم رئیسی آدم شناخته شده ای نبود، یک روحانی بود در یک گوشه ای توی قوه قضاییه برای خودش. و من وقتی فصل فکر میکنم 9 کتاب رفیق آیت الله اگر اشتباه نکنم،
باید یکی از همین فصلهای فصل نهمه، بله، مأمور سازمان امنیت شوروی که ولی فقیه شد. توی فصل نه خب من داشتم جمع‌بندی می‌کردم مجموعه ترورهای تابستون سال 60 رو که چطور سید علی خامنه‌ای با تیم خودش با هدایت مسعود کشمیری و همین آقای محسن رضایی که این روزا اعلام میکنه دشمن گفته است که باید ارزش پول پایین بیاید تا دولت نتواند حقوق کارمندها و کارگران رو بدهد تا شورش و بلوا به پا بشود و اینها، این آقای محسن رضایی و آقای مسعود کشمیری اعضای تیم سید علی خامنه‌ای بودند که با کمک همدیگه خیلی ها رو از سر راه برداشتن، مثل بهشتی، مثل رجایی، مثل باهنر، همه اینها توسط تیم خامنه‌ای در واقع توسط همین افراد ترور شدن و بعد انداختن ترور رو گردن مخالفین. و وقتی پرونده داشت پیگیری میشد، حالا فصل 9 کتاب رفیق آیت الله اینو براتون دقیقا جمع میکنه که وقتی پرونده داشت به جای حساسش میرسید، مسئول پیگیری پرونده با همون داروی مخصوص رادیواکتیو از پا در اومد، آقای ربانی املشی، و به جاش سید محمد موسوی خوینی ها، همکلاسی خامنه ای توی دانشگاه پاتریس لومونبا و مزدور سازمان امنیت شوروی، موسوی خوینی ها و معاونش سید ابراهیم رئیسی، این دو با همدیگه میان احکامی رو صادر میکنن و پرونده ترورهای تابستون سال 60 رو، پرونده ترور بهشتی، رجایی، باهنر و اون 72 تن و همه اون بازی هایی رو که بود، تمام اون پرونده ها رو دست جمعی با همدیگه با امضای ابراهیم رئیسی در سال 1000 دقیقاً بهتون بگم، بذارید این بخش کتاب اصلا براتون بخونم، صفحه 478 از کتاب رفیق آیت الله، خیلی جالبه. اولین باری که شما اسم ابراهیم رئیسی رو توی این تاریخ معاصر سیاسی ایران شنیدید اینجا توی کتاب رفیق آیت الله بود، چند سال پیش، که 478. پس از کنار گذاشته شدن کارشکنی های سید علی خامنه‌ای در رأس قوه مجریه به عنوان رئیس جمهور و علی اکبر هاشمی رفسنجانی در رأس قوه مقننه به عنوان رئیس مجلس و همچنین سید محمد موسوی خوینی ها که از مدیران عالی رتبه قضایی بود، تأثیری در کنترل لاجوردی نداشت. آیت الله ربانی املشی هم که با فشارهای فراوان در شهریور 1361 از پیگیری پرونده منصرف شده بود، پشت پرده به لاجوردی کمک می‌کرد تا راز عاملان این پرونده را افشا کند. خامنه‌ای، موسوی خوینی ها و هاشمی رفسنجانی دست به دامان خمینی شدند و با جلب رضایت وی توانستند به این بهانه که اسدالله لاجوردی در برابر دستورات مقامات عالی رتبه قضایی تمکین نمی کند، وی را از تمام سمت‌های قضاییش برکنار کنند. به این ترتیب دادستان انقلاب اسلامی تهران اسدالله لاجوردی با ارائه یک گزارش 50 صفحه‌ای از نتیجه 3 سال تحقیق و بازجویی در دیماه 1363 از ادامه پیگیری پرونده انفجارهای تروریستی سال 60 من و از کار خود برکنار شد. پس از کنار گذاشته شدن اسدالله لاجوردی، این بار سید محمد موسوی خوینی ها با سفارش سید علی خامنه ای، هاشمی رفسنجانی و سید احمد خمینی برای پیگیری این پرونده به صحنه آمد. وی به عنوان چهارمین مسئول قضایی از بهمن ماه 1363 تا خرداد ماه 1365 خورشیدی پیگیری این پرونده را بر عهده گرفت، همون پرونده ترورهای تابستون سال 60 رو داریم دربارش صحبت می‌کنیم. به عهده گرفت وی دستیار خود سید ابراهیم رئیسی را به عنوان معاونت سیاسی دادسرای انقلاب تهران منصوب کرد تا مدیریت اجرایی در پیگیری این پرونده را به دست بگیرد. در نخستین اقدام برای پاک کردن تمام ردپاهای عاملان این ترورها، موسوی خوینی ها و سید ابراهیم رئیسی با کمک وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی که هدایت آن را یکی دیگر از همدوره‌ای‌هایش در دانشگاه پاتریس لومونبا یعنی محمد محمدی نیکری شهری به عهده داشت، آیت الله ربانی املشی را از سر راه برداشتند. ربانی
شملشی به استناد کتاب خاطرات وزیر وقت اطلاعات توسط سید مهدی هاشمی با سید مهدی هاشمی قهدریجانی با مواد رادیواکتیو سرطانزا در تیر ماه 1364 کشته شد. سید مهدی هاشمی توسط سید علی خامنه‌ای به سمت فرماندهی واحد برون مرزی سپاه پاسداران منصوب شده بود و روابط نزدیکی با خامنه‌ای داشت. پس از کشته شدن آیت الله ربانی املشی، دادستان کل کشور موسوی خوئینی‌ها که توانسته بود در پاک کردن ردپاهای عاملان انفجارهای تابستان 60 بسیار مفید باشد، به سمت دادستانی کل کشور رسید. هفتم خرداد ماه 1365 خورشیدی، موسوی خوئینی‌ها و سید ابراهیم رئیسی، برخی از متهمان از زندان هفتم خرداد ماه 1365 خورشیدی، موسوی خوئینی‌ها و سید ابراهیم رئیسی برخی از متهمان را از زندان آزاد کردن. اینجا یک اشتباه تایپی وجود داره. تعدادی اعدام شدند و این پرونده را پرونده مسکوت اعلام کردند که برای همیشه به بایگانی قوه قضاییه سپرده شد. سید ابراهیم رئیسی که به واسطه این خدمت همیشه مورد توجه سید علی خامنه‌ای قرار داشت، در 29 مرداد 1393 خورشیدی با موافقت سید علی خامنه‌ای به عنوان دادستان کل کشور منصوب شد که بعد از اون هم میاد ریاست آستان قدس رضوی رو دریافت میکنه که مرکز پولسازی هست برای مسئولین رژیم. و الان هم سید علی خامنه‌ای به پاس این خدمت بزرگی که سید ابراهیم رئیسی در تابستان سال 1365 بهش کرده، حالا ریاست کل قوه قضاییه رو داره میده. همین سید ابراهیم رئیسی که جزو چهار قاضی مرگی بود که در تابستان 67 ده ها هزار نفر از ناراضیان سیاسی رو که دوره زندانشون هم به پایان رسیده بود اومدن با حکم خمینی که گفته بود اگه سر موضع هستن اعدامشون بکنید، به راحتی آب خوردن براشون حکم اعدام رو صادر میکردن. حالا یک همچین جنایتکاری که از تمام هیکلش خون داره میچکه با دستور سید علی خامنه‌ای به عنوان رئیس قوه قضاییه، سلطان عدالت، قاضی شارع رژیم جمهوری اسلامی قرار بیاد و معرفی بشه. خب رژیم جمهوری اسلامی به قول حسین شریعت مداری سردبیر و مدیر مسئول کیهان، این بار هم گویا فرمون رو کنده، پا رو گاز گذاشته و تخت گاز داره میره. دیگه چاره دیگه ای ندارن، یا باید همه آرمان‌های انقلابیشون رو باش خدافزی بکنن، آرمان‌های انقلابی که 40 سال مردم رو با اون آرمان‌ها چاپیدن، اومدن سوار کشور شدن، یه دلات و چاقوکش به قدرت رسیدن، گفتن طاغوتی‌ها رو میزنیم کنار. امروز برای من بچه‌ها یه سری عکس‌ها از ساختمان‌های ویژه‌ای رو توی تهران فرستادن که هلیکوپترهای شخصی میاد روی پشت بوم این ساختمان‌ها میشینه و خیلی جالبه که توی این فضای امنیتی تهران که ساختن، هلیکوپتر شخصی هم حالا آقازاده‌ها برای خودشون دارن، برای اینکه دیگه حالا تو ترافیک گیر نکنن و راحت بتونن این ور اون ور برن و به پارتی هاشون برسن و برنامه هاشون رو بتونن به پا بکنن و پولهای نفت رو بدون هیچ حساب و کتابی بدزدن. میلیاردها دلار که حالا صحبت از صدها میلیارد دلار دارایی های سید علی خامنه‌ای و فرزندانشه که تو حساب های خارج از کشور و همینطور توی املاک و بنگاه های داخل کشور که برای خودشون ساختن، پول های نفت رو همینجوری بی حساب و کتاب واریز بکنن توی تمام این بنگاه ها، هیچ مالیاتی هم براش پرداخت نکنن، به هیچ کس هم پاسخگو نباشن، چون همه اینها جزوه املاک سید علی خامنه‌ای، ولی فقیه، ولی مطلقه فقیه هست و هیچ کس حق نداره به اینا بگه پالای چشمتون ابروه. هر چقدر از این اموال لازمه ببرن بریزن حرم تخیلی، خودشون میگن حرم نمادین فاطمه زهرا در جنوب عراق. نمادین همون تخیلیه یه جورایی، یک برج و باروی رو داره میسازه برای خودش خامنه‌ای که بزرگترین مجموعه زیارتی سیاحتی روی کره زمین هست.
تمامش داره از پولهای مردم ایران میره اونجا، از کیسه منا و سبا و یکتا و مریم داره میره، چهار تا دختر کوچولویی که توی زاهدان توی مدرسه شون که رژیم جمهوری اسلامی اومده اسم مدرسه رو گذاشته اسوه حسنه، توی خیابون مصطفی خمینی همه چیز مقدسه، شکر خدا. در خیابان شهید مصطفی خمینی، پسر خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در زاهدان، در مدرسه اسوه حسنه، آرمان‌های امام راحل بودند اینها که همه فرزندان انقلاب را بیان اینجوری اسوه های حسنه تربیت بکنن. اون وقت این بچه ها تو دل زمستون، تو چله زمستون، دم شب یلدا، توی اون سرما، کلاسشون حتی وسایل گرمایشی هم نداره، هنوز بخاری نفتی باید بذارن که بخاری نفتی آتیش بگیره. یه لحظه همه تون با هم چشاتون رو ببندین وجدانه. حتی اون کسایی که از سازمان های اطلاعاتی امنیتی خامنه ای، اون بسیجی های بی ترمز، همه اونایی که دارن نگاه میکنن، سلبریتی هایی که دارن نگاه میکنن یواشکی با آیدی های دیگه، همه تون چشاتون رو ببندید. یه لحظه بیاین هممون با هم دیگه بریم توی کلاس درس، توی کلاس درس پیش دانشگاهی که منا و یکتا و سبا و مریم کوچولو 4-5 سالشون هم بیشتر نیست، تو کلاسن. رژیم وادارشون میکنه این بچه ها تو این سن و سال حجاب کامل داشته باشن، مقنعه رو سرشون باشه، رو پوش کامل داشته باشن، برای اینکه یه وقت بیماران جنسی حاکم بر ایران تحریک نشن. بچه ها سردشونه، معلم میاد براشون یه دونه بخاری نفتی میذاره. همجور داشتن میدویدن، بازی میکردن، میخورن به بخاری، آتیش میگیره. این حجاب اجباری که رژیم به این بچه ها تحمیل کرده، چشماتونو باز نکنین، گوش کنین، وسط اون کلاس وایسین نگاه کنین صحنه ها رو. حجاب اجباری که رژیم به اینا تحمیل کرده، مانتوشون آتیش میگیره، مغنهشون آتیش میگیره، شروع میکنن جیغ زدن، کسی هم نمیاد کمکشون کنه، میگیره به نیمکتای چوبیشون. مطمئنم مدرسهشونم از این مدرسه های مناطق محروم بوده، چوب زیاد بوده، تمام کلاس گر میگیره، بچه ها وسط آتیش میخوان حالا مانتوها رو در بیارن که آتیش رو از خودشون دور، نمیدونن چی کار کنن، کسی هم نمیاد کمکشون کنه. چهار تا دختر کوچولو دونه دونه میشن مشعل آتیش، تمام وجودشون جزغاله میشه، جیغ میزنن و بدترین نوع مرگ رو تجربه میکنن. فقط با پول یکی از خشتای طلایی که به مقعد خمینی گور به گور شده چسبوندن، میتونستن برای این بچه های مدرسه مدرن بسازن، تو سرشون بخوره. میخواستن تو خیابون مصطفی خمینی بذارن، میذاشتن. میخواستن اسم مدرسه رو بذارن اسوه حسنه، میذاشتن، تو سرشون بخوره. ولی یه دونه از اون خشتای طلایی دیوار مقبره خمینی رو که گرونترین مقبره یک رهبر در دنیاست امروز، اختصاص میدادن برای این بچه های مدرسه مدرن میساختن که تو تابستون دست کم هواش خنک باشه کلاسش، که وقتی اینا رو وادار میکنن با بچه های کوچولو با حجاب کامل بیان سر کلاس، دست کم نپزن. زمستون یه ذره لاغل
آخه امروز گرم کردن یه خونه تو دنیای امروز چقدر خرج داره مگه؟ دیگه چقدر میخواستید بدزدید؟ شرم به تو خامنه‌ای، شرم به تو رئیسی، شرم به تو روحانی، شرم به همه شماها برادر لاریجانی، شرم به شماها محسن رضایی، شرم به همه شما سلبریتی‌های حکومتی، شرم به رامبد جوان، شرم به پرویز پرستویی، شرم به همه اون سلبریتی‌هایی که قربون صدقه قاسم سلیمانی میرن، شرم به همه تو، شرم به محمد رضا گلزار. چی فضای امروز کشور ما خنده داره که بیایید با مسابقه های خانواده و با خندوانه و اینا مردم رو بخندونید، با جنازه های سوخته این بچه ها چی کار کنیم؟ خامنه ای که عین خیالش نیست، خاویارش بپاست، اسب سواریش بپاست، بچه‌هاش هم که امتیاز تمام کمپانی‌های بزرگ اتومبیل سازی برند نیم دنیا رو دارن، جلسات مشاعره خودش هم که هر هفته میذاره، خواهران بسیجی گلاب زده رو میاره اونجا میشونه برای شعر بگن، بگن سید علی تو ماهی، تو شاهی، عاشقتیم، بعد رو دستش برداری یه دونه چفیه بندازه بگی بیاید ببوسید لامصب دست چلاغمو. خامنه‌ای که عین خیالش نیست. شرم به شماها سلبریتی های حکومتی، همه ماشین بستنی فروشی داره از اینجا رد میشه. راستشو بخواید این که بچه ها یادم اومد وایساده بود اینجا بیرون پنجره این ماشین، دختر کوچولوهای همسایه اومده بودن دور ماشین داشتن بستنی میگرفتن، هم سن و سالای مونا و سبا و یکتا و مریم، اینا رو داشتم همجوری از پنجره میدیدم و باهاتون صحبت میکردم یاد این بچه ها افتادم. چی میشه ما ایرانمون رو اینجوری بسازیم که مردم بتونن کنار هم دیگه راحت زندگی کنن، راحت شادی کنن، راحت با هم برقصن، بخندن توی کشور ثروتمندی که داریم؟ منتظر باش خامنه‌ای. شرما رو به همه گفتیم، یه بار دیگه من شرم به اپوزیشن رو هم تکرار بکنم. شرم به تمام چهره‌های شناخته شده اپوزیشن. اگر تا آخر این هفته که اولین سالگرد شروع انقلاب قانون اساسی در ایران هست، هفته اول دی ماه 96 بود، یادتون هست؟ گفتم بهتون ده ها هزار از بچه های دبیرستانی از پارسال تا حالا هنوز تو زندان ها هست، تو بدترین شرایط ممکن، یه جوری نگرشون داشتن که فقط این بچه ها همونجا بمیرن، خانواده هاشون هم اصلا نمیتونن ازشون خبر پیدا کنن. شرم به همه چهره های شناخته شده ی اپوزیشن. اگر تا آخر این هفته به احترام همه این بچه های آزادی خواه که الان تو زندان زیر شکنجه هست و به احترام بوی گوشت سوخته دختر کوچولوهای زاهدانی نتونن کنار هم دیگه بشینن و نتونن بالاخره تو این اپوزیشن شورای انقلاب رو اعلام بکنن، شرم به هممون که بعدش دیگه باید بریم بشینیم کنار رو ببینیم ارتشای دنیا چی کار میکنن. تو لبه اونجا قرار گرفتیم. بازم تکرار میکنم، کاری که با جنگ انجام بشه مطمئن باشید برای هیچ کدوم از شما چهرهای اپوزیشن نه مسند ریاست جمهوری میاره، نه تاج، هیچی براتون نمیاره، حتی اسم کسی رم که
خواهند برد و گذاشت اونجا؟ هیچ کدوم ماها نمیدونیم. من این قول رو دیروز بهتون داده بودم که توی لایو یلدایی با شما صحبت بکنم. حالا امروز بعد از این بحث بذارید این فرصت رو بدیم، اگر دوستانی هستن که میخوان حرفی بزنن بیان با ما همراه باشن. دیگه نمیذاره من کسی رو بیارم بالا. اینقدر تعداد چیزها زیاد شده الان، ریکوستا، که حالا دیگه کاملا صفحه گیر کرده، نمیذاره بگیرم. خیلی خوب دوستان عزیز، مرسی، مرسی که همراه بودید. اگر از یوتیوب دارید این برنامه رو میبینید، حتما این پایین سابسکرایب کردن رو فراموش نکنید و در اینستاگرام هم حتما این سفر رو امیر نقطه فخرآور دنبال بکنید، ایرانیان نقطه کنگرس رو هم دنبال بکنید و همراه ما باشید به امید شنیدن خبرهای خوب توی این هفته. پاینده ایران و بدرود.